میخوام جعبه ابزارم رو آنباکس کنم. حالا این جعبه ابزار چیه؟ شاید فکر کنین که فقط توش چکش و انبر رو اینا میذارن، ولی من فهمیدم که هر دانشجوی دندون پزشکی حداقل یه جعبه ابزار این شکلی با رنگای متفاوتی داره و هر روز دستش با خودش میبره فانتوم میاد و میره. خب اینا دستکش های یه بار مصرفه که اگه کلا مثلا یه بار دستکش لاتکس گرفته باشیم دیگه دوباره بهمون نمیدن، مجبوریم از اینا استفاده کنیم. توی بخش کلینیک هم توی معاینات خارج دهانی مفصل TMJ یا غده‌های لنفاوی و اینا رو بخوایم معاینه کنیم از این دستکش استفاده میکنیم. اینا ایندکسه. توی درس پروتز ثابت برای اینکه بخوایم دندون تراش بدیم یا بخوایم روکش تهیه کنیم یه سری قالب اولیه دندون میگیرن که ویدیوشو براتون گرفتم، هنوز ادیت نکردم، که میان با استفاده از این مواد روی دندون میذارن، بعد اون جای دندون میمونه و اساس اون میان دندون رو تراش میدن، بعد براش روکش میسازن که اینا که توش مثلا آبی پررنگه برای ساخت روکش این معمولی ها که تراش دادن دندونه، که مثلا هر کدوم از اینا رو تراش میدن برای اینکه ببینن مثلا چند میلیمتر دندون رو تراش دادیم، که دقیقا گفتم از پروب هم استفاده میکنیم برای اینجور کار دیگه، مثلا ببینیم مثلا چند میلیمتر پروب هستیم که مثلا ببینیم چند میلیمتر دندون رو تراش دادیم. حالا من خودمون تراشای دندونم نیست به خاطر اینکه تحویل دادیم استادمون نمره بده، فقط این ایندکساش مونده تو جعبه ابزارم. دیگه فکر کنم تموم شد. هنوز داری؟ این اسلاف شیشه‌ایه. از این اسلاف شیشه‌ای هم همراه این اسپاتول همزن استفاده می‌کنیم. بخوایم مواد مختلف رو با هم دیگه هم بزنیم اون ماده رو روی این اسلاف می‌ریزیم، با استفاده از این اسپاتول همزن هم می‌زنیم و استفاده می‌کنیم، که بیشتر توی درس پورتز استفاده کردیم تا الان. اینم از این دیجیتالی. اینم اسپاتول همزنه. از اسپاتول همزنم برای همزدن گچ بیشتر استفاده می‌کنیم. اینم فرزه که به سر این آنگلو توربین وصل میشه برای اینکه بتونیم استفاده کنیم. شکلای مختلفی داره بر اساس اینکه میخوایم ازش چه استفاده بکنیم. ماده یه سری فلز هم اینجا دارم بهتون نشون بدم. اینا مرتب تره. اینا مثلا اینجا فلزیه. فلزهای مختلفو که کاربردش بیشتر رو حالا گذاشتم این تو، اونایی که کاربردش کمتره رو داخل این یکی کیسه گذاشتم. حالا مثلا شکلای مختلفی داره بر اساس اینکه میخوایم چیکار انجام بدیم ازشون استفاده میکنیم. بیشترین فلزی که تا حالا استفاده کردیم این فلزه، بهش میگن فلز فیشور کارباید، که توی درس مثلا ترمیم کلا از این فلز استفاده کردیم، توی درس اندو خیلی جا به کار میره. این دو تا فلزای اول که یه ذره کلا قطورتر و مدل تهاجمی ترن توی درس پورتز ثابت برای که دندون تراش بدیم استفاده میکنیم، که مثلا این فلز اولیش فلز روندنده، فلز دومیش فلز تورپیدوه، که حالا بر اساس اون کاری که میخوایم انجام بدیم با هم دیگه فرق میکنه. میایم مثلا الان این فلز تورپیدو رو برداشتم، میخوام بهتون نشون بدم چجوری وصل میکنیم به توربین. این قسمت پشتی توربین رو نگه میداریم و این فلز رو میزنیم داخلش تا جایی که حس کنیم چفت شده. الان کامل رفت دیگه، بیشتر از این نمیره. بعد ول میکنیم شستمون رو از روی این، بعد اینو وصل میکنیم به یونیت و با این میتونیم دندون رو تراش بدیم. بعد دروردنش هم همینجور، بعد دروردنش هم دوباره این پشت شستمون رو نگه میداریم روی این، فشار میدیم، اینو میکشیم. اگه این کار نکنیم در نمیاد، یا به زور بخواییم در بیاریم توربینمون داغون میشه. که شکلهای مختلف دیگه ای داره این فرزه، مثلا دایره شکل رونده دیگه. این فرزهای بغلم، این دوتای کنار برای شکل دادن کانال و حفره دسترسی پیدا کردن از این استفاده میکنیم، که حالت مخروطی شکل داره. اونایی که مثلا حالا رنگاش هم یه توضیح کوچیکی بدم،
اینایی که مثلا سبزه کارباید تهاجمی تره، اونایی که زرده مثلا برای پرداخته. اینجوری اینم از فرزای من. این فرزا برای توربین بود. یه سری فرزا مخصوص آنگله که اینجا داریم. اینا رو خریدم از دو ترم پیش ولی تا حالا استفاده نکردیم. اینا مدلش هم با هم دیگه فرق میکنه دیگه، اگه دقت کرده باشین پایینش رنگ نداره. اون فرزای توربین پایینش رنگ داشت، زرد و آبی و زرد و زرد و آبی و زرد و زرد و آبی و سبز و اینا رنگای مختلفی داره، ولی این فرزا رنگ خاصی پایینش نداره. که اینا هم اینجوری بس میکنیم با آنگل، چون خیلی از آنگل استفاده نکردیم خودمون یادم میده. این کنارش رو اینجوری میدیم کنار برای اینکه فرز خوب اینجا چفت بشه. بعد که رسید به این قسمت فهمیدیم چفت شد، اینو دوباره میذاریم سر جای اولش، بعد استفاده میکنیم. بعد که میخواستیم در بیاریم دوباره باز اینو میدیم کنار، این ماسمسک کنارشو، برای اینکه این راحت‌تر در بیاد. و یا نه اینجوری سفت باشه در نمیاد، چون کامل فرزو چفت میکنه داخل خودش. اینم از فرزای آنگلا. اینم مولت پرداخت کامپوزیته. موقعی که مثلا تموم شد کارمون با کامپوزیت، برای اینکه یه شفافیتی بهش بدیم تهش اینو وصل میکنیم دوباره به توربینمون، با این پرداخت میکنیم روی سطح کامپوزیتو. اینا هم همش فرز تیپره، اگه دقت کنین یه شکله. توی درس اندو انقدر این فرز استفاده کردم خراب شده، کلی از اینا گرفتم همشون هم خراب شده. اگه دقت کنین سرشون سوخته، یعنی اون سرش که اصل خاصیت اصلیشو داره توی دندون در سر اون استکاکه از بین رفته. متاسفانه روز به روز هم داره کیفیتشون بدتر میشه. یعنی شاید از این فرزا من یکی دو بار بیشتر استفاده نکردم اون اینجوری خراب شده. دیگه این قسمت هم که بهتون نشون دادم اینجا چی دارم؟ اون فایلایی که بهتون نشون دادم، نه این فایلایی که اینجا هست، این فایلایی که خوب استفاده کردم. اگه نو خریده باشین این شکلیه. توی یه همچین بسته‌بندی بهمون میدن که مثلا هر کدومون میخوایم بر اساس رنگ و سایزشون جدا میکنیم، بیرون میاریم، استفاده میکنیم. بعد که استفاده کردیم میذاریم روی اونا که مشخص بشه که از کدوم ها مثلا یه بار استفاده کردیم، از کدوم ها نوعه. که اینا الان نوعه اینجا گذاشتم، همشون فایل. آیا یه سری دیگه هم هستن اسپریدره، مثلا فایل یه ذره پیچ بخوام عامیانه تر توضیح بدم، فایل پیچ پیچ داره این قسمت فلزش، ولی اسپریدر مثلا صافه. که حالا کاربردش فرق میکنه، خیلی دیگه تخصصی میشه بخوام همه رو مو به مو بگم. حالا مثلا ببینیم فرقش رو، این کامل صافه ولی اینکه فایله چیز داره پیچ پیچه، نه این تفاوتشه. این هم مثلا اینکه فایل هاییه که دیگه باید بندازم دور دیگه، سرش خراب شده. اگه دقت کنین سرش شکسته. توی درس پورتز ثابت گفتم وقتی دندون ترش میدیم میخوایم روکش تهیه کنیم، اینا همین روکش هاییه که من درست کردم، ولی خب حباب داده. اینا مثلا حباب داده دیگه استفاده نکردم ازشون، دیگه دلم نمیمده بندازم دور، نگه داشتم اینجا تو جبه افزارم. مثلا یه دندونی به اون گفتن روکش درست کنین، اون که خوب شد و دیگه تعبیر استاد دادم قرار نمره بده بهم. اینایی که خوب نبود و حباب داده، نگاه کنیم مثلا این وسط حباب داده، اینجا حباب داده. بعد که این روکش رو میسازیم مثلا دورش رو باید ترتمیز کنیم با همین فرز و توربین. که حالا من چون از اول چون حباب داده بود دیگه ادامهش ندادم، دیگه همین فقط نگه داشتمش. اینا هم فیلم های دندونپزشکی یا رادیولوژیه که توی درس اندو الان استفاده میکنیم. این هم همون چسب برقه که بهتون گفتم ازش استفاده میکنیم، فیلمو نصف کنیم. در واقع فیلم اصلی ابعادش انقدره، ما برای اینکه صرفه جویی بشه فیلم ها رو نصف یا یک سوم میکنیم ازشون استفاده میکنیم. این هم دوتا فیلم های مونده بود. دیگه این هم از اینو، این هم آخرین قسمتشه. اینا هم یه سری دنتیکه که توی درس‌های مختلف استفاده کردم. مثلا ترم پیش که درس ترمیمو داشتیم، کل این دنتیکایی که مثلا دندون پر کردیم و درست کردیم و اینا
تحویل استاد میدیم برای اینکه به اون نمره نهایی رو بدن دیگه توی عملی، چون توی بخش عملی نمرش یه قسمتیش مال امتحان عملیه که میگیرن، یه قسمت اعظمش توی همون کار عملیه که در طول ترم انجام دادیم. مثلا دندونای هر کدوم هفته به هفته دندونای مختلف رو درست کردیم، پر کردیم، به استاد تحویل دادیم، مثلا نمره دادن تهش. آخه یادش بخیر. ما حفره‌های مختلف رو تراش دادیم، پر کردیم. نه. اینایی که مثلا الان میبینید تیره تره با هم آمالگامه که بهتون گفتم، الان این مثلا کامپوزیت هم رنگ دندونه، یا این کامپوزیت اصلا دیده نمیشه که خوب درست کردم. حالا اینا مثلا به درد بخور بود بهتون نشون دادم، اینا هم خرابکاریه که حالا کردم از اول ترم پیش و این ترم و اینا توی درس مثلا ترمیم، توی درس پورتز ثابت گاله نگه داشتم، حالا شاید یه قسمتش به دردم بخوره. خب اینا از آنباکسینگ جعبه ابزار من، امیدوارم که دوست داشته باشین. حالا کی میتونه این همه قلم و این مسئله که آوردم بیرون دوباره بذاره سر جاش؟ امیدوارم که دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، توی کامنت ها حتما نظرتون رو بگین، میخونم جواب میدم. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ.